حمله عجیب شهره قمر و افشاگریش در مورد مهران قفوریان. با ما همراه باشید، صحبتاش رو میشنویم و ناگفته هایی از این بازیگر رو بهتون میگم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب همونطور که چند روز پیش یه ویدیو براتون آماده کرده بودم، بعد از حادثه کرمان و کشته شدن تعدادی از هموطنامون، خیلی از بازیگرها این اقدام رو محکوم کردن و به همدردی با مردم کرمان پرداختن. علی کریمی در اقدامی عجیب و بی سابقه صحبت‌های تندی رو در مورد کشته شده های حادثه کرمان و قاسم سلیمانی انجام داد و صحبت‌های ایشون با واکنش تند بازیگران و افراد مختلف همراه بود که یکی از اون افراد مهران قفوریان بود که کریمی رو بیشرف و بیمار روانی خطاب کرده بود، که خب باعث کلکل و دعوایی بین علی کریمی و مهران قفوریان شد که خیلی ها به حمایت از مهران قفوریان پرداخته بود. توی قسمتی از این کلکل و دعوا علی کریمی به مهران قفوریان گفته بودش که یا ساقی تو عوض کن، یا قبل از اینکه بیای صحبتی رو بکنی خوب مواد بزن که بدونی داری چی میگی، که اشاره داشت که مهران قفوریان اعتیاد به مواد مخدر داره. ولی خب شهره قمر در اقدامی عجیب و خلاف جهت به حمایت از علی کریمی پرداخته بود و دست به افشاگری از مهران قفوریان زد. اون توی یه استوری گفت: یه روز اومده بودم اکباتان خونه خالت، روبروی خونه یکی از دوستان بود. اون موقع مصرف نمی کردی یا کم بود مصرفت. حدوداً 10 سال پیش دست و پات لرزید، من رو دیدی، یادته؟ الان استخونخوری هارت کرده مفنگی؟ اون توی این استوری مهران قفوریان و پیجش رو هم تگ کرد و این صحبت ها رو خطاب به مهران قفوریان انجام داد. مهران قفوریان هنوز نسبت به این صحبت های شهره قمر واکنشی نشون نده، ولی خب شهره قمر خیلی توی چند وقت اخیر ثابت کرده که بیشتر از اینکه بازیگر و هنرمند باشه، کسیه که دوست داره حاشیه درست بکنه و به واسطه حاشیه اسمش سر زبون ها بیفته. چند ماه قبلم توی شب عاشورا یه پست جنجالی گذاشت که باعث بازداشتش توسط پلیس هم شدش، که ویدیوی کاملش رو توی کانال قرار دادم، اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو هم تماشا بکنید، از قسمت کارت براتون لینکش رو قرار میدم. اما شهره قمر متولد 12 مهر ماه سال 1372 در کردستان هستش. از دوره نوجوانی فعالیت خودش رو در عرصه بازیگری با گیرم‌های متفاوت و خاص شروع کرد و الانم بازیگر کمکار و پرحاشیه‌ای در فضای مجازی هستش، که خب کسایی که اون رو میشناسن بیشتر پیج اینستا و حاشیه‌هاش رو دنبال میکنن تا اینکه خودش و بازیگریش رو. شهره قمر اولین بار در سال 87 وقتی که 15 ساله بود با فیلم انعکاس به کارگردانی رضا کریمی در کنار چهره‌ای چون مهناز افشار و کامبیز دیرباز جلوی دوربین رفت. این بازیگر با فیلم کریستال به کارگردانی محسن محسنی نسب کنار دانیال عبادی، مهدی سلوکی و بابک انصاری تجربه جدیدی رو تونست به دست بیاره. اون در طول فعالیت هنری خود کمکار بود و خیلی کم پیشنهاد بازی داشته، تا جایی که اگه بخوایم کل کارهای اون رو در نقش‌های مختلف حساب بکنیم 12 تا فیلم سینمایی و یه تله تئاتر بوده که خیلی سابقه پرباری توی تلویزیون و سینما عملا نداشته. خودش میگه بسیاری از مخاطبان خاص و عام سینما و غیر سینما و حتی منتقدان به خاطر گیریم‌های متفاوت وی اون رو دختر هزار چهره سینما ایران میدونن. اون معتقده که همیشه از چهره واقعیش در فیلم‌هایی که بازی کرده فرسنگ‌ها فاصله داشته. شهره قمر خودش رو به نسبت بازیگرای هم نسلش بازیگر متفاوتی میدونه و بچه تمایزش رو نسبت به بازیگرای هم نسل خودش گیریم‌های متفاوت و تغییر صداش در نقش‌های مختلف میدونه. او میگه که رفتن در قالب گیریم‌های متفاوت و خاص سینما در کنار تغییر صداش به نسبت نقش‌هاش اونها رو متمایز میکنه و بچه تمایزش نسبت به بازیگرای دیگه است. خانم شهره قمر در سال 95 قرار بودش در نقش همسر یه روحانی در فیلم سرگشته بازی کنه. قبل از آغاز فیلم برداری به علت تغییرات فیلمنامه
ترجیح داد که از بازی در این فیلم انصراف بده. این فیلم در ژانر دفاع مقدس و مدافعان حرم بود که در جشنواره فجر هم حضور پیدا کرد. شهر قمر در سال 95 خبر از شکایت و دستگیری افرادی داد که در شبکه‌های اجتماعی علیه او سمپاشی و شایع‌سازی می‌کنند. او میگه در بین مجرمین دستگیر شده چندین سایت و خبرگزاری هم بود که به جرم نشر اکاذیب و دروغ دستگیر شدند. حالا این ادعای خانم شهر قمر خیلی صحتش معلوم نیست. شهر قمر در دوره‌های مختلف حواشی زیادی داشت. بعد از شهید شدن شهید حججی یه پیام تسلیت برای خانوادش نوشت و خطاب به شهید حججی گفت: دلاور شهادتت در راه باور و میهنت به من یادآوری کرد و من هم یک شیرزن ایرانی هم با همان باور، با همان اعتقاد که هر لحظه آماده شهادت و دفاع از ناموس و وطنم هستم. برادرم محسن حججی، شهادتت مبارک. اینک نوبت ماست، اگر لایق نام شهید و مقام شهادت باشی. اون در حوادث سال گذشته برعکس اکثر بازیگرها که به حمایت از اعتراضات پرداخته بودن، ترجیح دادش که سمت حکومت رو بگیره و معترضین رو محکوم بکنه. اون در آبان سال 98 هم بعد از راه افتادن کمپین های هشتگ اعدام نکنید که برای نجات سه جوان محکوم در حوادث آبان شکل گرفته بود، در اینستاگرام خودش نوشت: محکومین به اعدام باید اعدام بشن. هر گناهی تاوانی داره. طبق تمام قوانین، هم قانون فیزیک، هم فلسفه و هم کارما، من به حکم اعدام بله میگم، حتی اگه حکم خودم اعدام باشه. شهر قمر یکی دیگه از حاشیه‌هاش توهین به شجریان بودش. اکانت اینستاگرام شهر قمر در واکنش به درگذشت استاد محمد رضا شجریان در شبکه اجتماعی خودش نوشت: 100,000 تأسف و لعنت بر جماعت نادانی که با مرگ یه هنرمند وطن فروش به سوگ می نشینن و با مرگ وطن پرستی به روزمرگی. اون حتی حمله ای هم به ترانه علی دوستی انجام داد و خطاب به اون نوشت: یادمون نره امسال خانم ترانه علی دوستی با پول دزدی از صندوق فرهنگیان بینوا در سریال شهرزاد چه پولایی به جیب زدن. حالا مسئله اینجاست چطور اون زمان میلیارد میلیارد پول دزدی مردم فقیر و معلمای بیچاره رو به جیب می‌زدی؟ نظام همه چیش خوب بود، الان بد شده. جمع کنید بساط فساد و ریا و کثافت کاریتون رو. شهر قمر در اردیبهشت ماه 1400 هم افشاگری جنجالی رو در مورد خودش انجام داد و گفتش که زمانی که 15 ساله بوده توسط یکی از تهیه کنندگان معروف سینما ایران بهش تجاوز جنسی شده. اون با حمایت از افشاگری هانیه توسلی که در مورد جنبش منهم کمپین درست کرده بودن، درخواست کرد که نام فرد آزاردهندهش رو هم افشا بکنه. شهر قمر در عاشورا تا سوه امسال هم پست جنجالی در اینستاگرامش منتشر کرد و گفتش که میخواد برهنه در روز ظهر عاشورا بیاد توی خیابون، که همین صحبت‌ها باعث شدش که تشکیل پرونده قضایی براش بشه و روز چهارشنبه 4 مرداد 1402 خبرگزاری فارس نوشت: در پی انتشار مطالب توهین‌آمیز و طرح ادعا و مطالب غیر مستند از سوی شهر قمر، بازیگر سینما که موجب حس ناامنی روانی در جامعه شده بود، براش پرونده قضایی تشکیل شده و پروندهش در دادسرای تهران در حال رسیدگیه. این خبرگزاری در ادامه گفته بود که در صفحه اجتماعی این هنرمند در حمایت از اغتشاشات، اتهام و اهانت به مسئولین نظام و آرزوی سلامتی برای نتانیاهو و حمایت از رژیم صهیونیستی و دعوت به آشوب خیابانی صحبت‌هایی منتشر شده بودش که محکومیت این هنرمند به خاطر این اتهامات هستش. خب رفقا، ممنون از همراهیتون. حتما نظراتتون رو راجع به این بازیگر برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.